همراه هستیم با امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه از تهران. آقای فراغت سلام و عرض ادب. آقای فراغت، با توجه به اینکه قیمت مسکن در تهران 580 برابر شده و برخی از تحلیلگران نقش بانک های خصوصی را در این افزایش موثر میدونن، به نظر شما چه تغییرات نظارتی میتونه جلوی این روند را بگیره و هزینه های مسکن را برای خانواده ها کاهش بده؟ بفرمایید. درود و ادب و احترام. من یه نکته بگم. اولا بانک خصوصی در جمهوری اسلامی نداریم، ما بانک های شبه دولتی یا همون خصولتی داریم و با توجه به اینکه اقتصاد در جمهوری اسلامی دولتیه و اصل 44 قانون اساسی در راستای خصوصی رو به درستی انجام ندادن و نیروهای دولتی و نظامی اومدن یک سری به قول گفتنی نهادهای دولتی رو در راستای خصوصی گرفتن و خصولتیش کردن، این اوضاع به این شکلی شده که رئیس اتحادیه املاک داره میگه قیمت ارز، سکه، طلا و بورس در قیمت مسکن تأثیر گذاره. با توجه به تحریمی که تو کشور ایجاد شده و سالهاست با این موضوع گریبان جامعه رو گرفته، هیچ جوونی نمیتونه دیگه صاحب خونه بشه. خیلی بده، توی مملکتی داریم زندگی میکنیم که یه شهروند ایرانی نمیتونه یک مقداری از خاک خودش رو داشته باشه که خونه بسازه، و تا سیاست‌های کلی تغییر و تبدیل پیدا نکنه قیمت مسکن سیر صعودی داره و هیچ کسی هم نمیتونه جلوش رو بگیره. و بازم میگم که ما بانک خصوصی نداریم، نگاه تحلیلگرا اشتباه هست. ما تمام بانکامون خصولتیه و کاملا تحت تاثیر سیاست‌های دولت داره گردونده میشه. بله، سپاس از همراهیتون. با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.